سلام، امروز قراره قسمت 13 و 14 سریال رهایم کن رو تحلیل کنیم. عمده تحلیل ما در مورد وقایعی هست که در قسمت 14 رخ میده و صرفاً یک قسمتی که از نظر من سانسور شده در قسمت 13 رو مورد بحث قرار خواهیم داد. پس با من همراه باش. من منتظر اون روز میمونم حاتم. بالاخره این روز دنبال یکی میگردی که اون زخمات برهم بذاره. خب قسمت 14 با یک تم سیاه و سفید شروع میشه. تمی که قراره این قسمت از این اپیزود رو با سایر اپیزود جدا کنه که ما در ذهنمون بمونه و در انتها وقتی وقایع رو کنار هم قرار دادیم به یک نتیجه گیری برسیم. نغمه و هاتف میان و با فاصله دوری از هم میستن که این حس رو میده که این دو از همدیگه فاصله زیادی داره، هدفهاشون و نگرششون. اما تم سیاه و سفید یک کمکی به ما میکنه. یک، در مورد کاراکتر نغمه، این حس رو به ما میرسونه که این کاراکتر داره از آتش عشقی که به حاتم داره میسوزه. در مورد کاراکتر هاتف این حس رو میرسونه که اون به شدت احساس حسادت میکنه نسبت به برادرش و ما رو دچار تردید میکنه، حس ما رو که آیا واقعا ما رو میخواد یا نه. اما یک نکته باعث ایجاد شک در من شد. نگاه کنید، وقتی که کاراکتر نغمه داره حرف میزنه ما کاراکتر هاتف رو تو یک سینگل شات میبینیم، ولی وقتی هاتف داره حرف میزنه ما نغمه رو هم تو قابش داریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه کاراکتر هاتف نغمه رو به عنوان خانواده خودش، به عنوان آشنای خودش، به عنوان عزیز خودش پذیرفته، ولی این حس رو نغمه نسبت به هاتف نداره. خب ما میتونیم یک نتیجه گیری کنیم که شاید علت این که هاتف این همه از هاتم بدش میاد اینی که اون در گذشته شاید عاشق همین نغمه بوده و حس میکنه چون نغمه دختر زیبایی بوده هاتم اون از چنگش در آورده. به نظر من این پلان ها و این قاب بندی الکی قرار داده نشده در این اپیزود. خب داستان یکم میره جلوتر، ما متوجه میشیم چه هاتم، چه هاتف، چه افسانه، چه پدر هاتم، همه اونها افرادی هستن که خودشون رو، خانواده خودشون رو با تمام خانواده ها جدا میدونن. یعنی چی؟ یعنی حاضرن تمام این افراد دهکده، تمام این افرادی که تو این دنیا هستن بمیرن ولی خودشون زنده بمونن. پس این خانواده، خانواده یه به نوعی قابل احترامی نیست و خانواده نیست که دلش برای برادر مارال بسوزه. پس چرا هاتم این کارها رو میکرد؟ میخواست حس مارال بهش کم نشه. خب بعد از اینکه هاتم این حرفا رو با هاتف میزنه راهشون از هم جدا میشه. هاتم با هاتف میگه تو دیگه داداش من نیستی. هاتف میره خونه عموش. وقتی که میره خونه عموش به این نکته توجه داشته باشید، میاد و با عموش بازی میکنه. وقتی که باهاش بازی میکنه به رنگ سبز پتوش دقت کنید. رنگ سبز پتو چه حسی رو میخواد برسونه؟ نگاه کنید، این صحنه به درستی به نظر من فیلم برداری نشد و اون حس رو القا نکرد. اصولا رنگ سبز برای حسادت، شرارت و گاهی اوقات حس مرگ استفاده میشه. بذارید یه مثال بزنم. شما لوکی رو دیدید در فیلم اونجرز. لوکی به برادرش که تور هست حسادت میکنه. تا زمانی که حسادت میکنه تو فیلم اونجرز ما همیشه اون رو با لباس سبز میبینیم که حس حسادت و شرارتی که توی کاراکتر لوکی هست رو دریافت کنیم. ولی وقتی که لوکی این وقایع رو پشت سر میگذرونه و میاد توی سریال خودش دیگه این لباس سبز رو نمیبینیم، چون همون ابتدای سریال متوجه میشیم که اون این حسادت ها رو با دیدن فلش بک های از زندگیش گذشته کنار. خب ما تو این سکانس قرار حس شرارت و حسادت کاراکتر هاتف رو درک کنیم. خب هاتف تو این پلان چی کار میکنه؟ اون با عموش یک تخته میزنه و یک پاسوری بازی میکنه انگار و با تقلب عموش رو میبره. خب وقتی با تقلب میبره ما متوجه چی میشیم؟ متوجه این میشیم که هاتف یه فردیه که زیر و رو میکشه، یه فردیه که نوجوان مردانه هم میبره و چه چیز دیگه رو میخواد به ما برسونه. عموش بهش میگه چی؟ میگه نگاه،
من یک فردی رو میشناختم برای همه زیر و رو کشید. آره برد، ولی وقتی که زیر و رو بکشی همه اطرافیانت از دست میدی. همه میفهمن که تو یه زیر و رو کشی. همه میفهمن که تو آدم درستی نیستی. همه رهات میکنن. این شاید اشاره به وقایعی داره که در قسمت‌های بعد اتفاق میافته و کاراکتر هاتف مورال رو به دست میاره با زیر و رو کشیدن، ولی همه رو از دست میده و تنها میشه. و این پتوی سبز که قرار بود با یک میزانسن درست و کمی دیالوگ‌های درست و کمی زوایای متعدد دوربین و نشون دادن بازی ورق اون حس رو به ما برسونه، متاسفانه نرسوند و پلان سوخت. خب میریم یکم جلوتر. این قسمت از سریال رو خیلی باهاش مشکل داشتم. نگاه کنید، هاتف میاد و با مورال صحبت میکنه. وقتی که داره با مورال صحبت میکنه، دوربین کلوزآپه. کلوزآپ یعنی چی؟ یعنی اینکه ما خودمون رو جای کاراکتر قرار میدیم. یعنی ما تو این لحظات خودمون رو جای هاتف قرار میدیم. هاتف داره چی کار میکنه؟ هاتف داره خاله زنکی میکنه. داره میگه یونس برادرت رو، من اسلحه‌اش رو مخفی کردم که نگیرنش. برادرم که هاتم است سر رسید به من گفت بیاده و به نظرم اون لوش داده. خب وقتی که دوربین فاصله نمیگیره تو این حرکت خاله زنکی و زیراب زنی از کاراکتر اصلی، مخاطب مردی که این سریال رو و این قسمت رو میبینه در انتهای این قسمت به خودش میگه چی؟ میگین یک سریال خاله زنکیه، یه سریالیه که دنبال حرفن و دنبال این چیزان و این به درد من نمیخوره. چرا؟ چون تو اون لحظه دوربین نزدیک کاراکتر هاتفه و مخاطب خودش رو میذاره جای هاتف و اسم میکنه خودش هم داره این کارو میکنه. بذارید یه مثال بزنم. ما تو فیلمای ترسناک سعی میکنیم تو POV هیولا نریم. چرا؟ چون مخاطب انگار یه هیولا شده. چه جایی میریم؟ برای مثال در فیلم اویلت، بدون اسپویل میگم، اوایل داستان دوربین حرکت روح تور داره، میخواد حس ترس، حس تعلیق، حس اینکه یک خطری این آدمای اونجا رو تهدید میکنه رو برای ما بسازه. اینجا میره تو POV، ولی تو همون فیلم اویلت اون شیطان رو سعی میکنه بارها از فاصله یا با لنزی که دور از ما نشون بده که ما با اون یکی نشیم، انگار ما با اون یکی نیستیم. این نکات خیلی مهمه. مخاطب کامل ممکنه پس بزنه فیلم رو با همین یه پلان، با همین یه پلان خیلی کوچیک. خب بریم در مورد سانسور و قسمت 13. نگاه کنید، در قسمت 13 مارال از کاراکتر هاتم تو گوشی میخوره. وقتی که تو گوشی میخوره به حرکت دوربین دقت کنید. در ابتدا اسلو موشنه و بعد روی یک سپایه و روی ریل قرار داده میشه و به صورت خیلی منظم ازش فیلم گرفته میشه. بذارید اینطوری بهتون بگم. با مثال فیلم درباره الی، کاراکتر الی گم شده. به دوربین نگاه کنید، روی دسته. کاراکترها نمیدونن الی غرق شده، نمیدونن الی گم شده، نمیدونن الی رفته، نمیدونن الی الان تو سوال داره دست و پا میزنه. دوربین میلرزه. ذهن آشفته کاراکترها با دوربین روی دست، و لرزان نمایش داده میشه. یا برای مثال بدون اسپویل در مورد فیلم ایدا، اگه اشتباه نکنم، فیلم ایدا در اواخرش دوربین روی دست و ذهن آشفته ایدا رو نشون میده و وقایعی که اون پشت سر گذاشته و حالا باید تصمیم بگیره، تصمیم مهمی. خیلی فیلم قشنگه از نظر من، ولی فیلم آنپسندی نیست. خب الان مارال تو گوشی خورده از هاتم. تو فکر این کاراکتر الان چی میگذره؟ من یه عمری خودم گذاشتم پای این کاراکتر، زد تو گوشم. حرفای نغمه درست بودا، این کاراکتر یه بار بهش نبگی دیگه ولت میکنه. خب کاراکتر ذهنش چطوریه؟ ذهنش آشفته. دوربین چه حرکتی باید کنه؟ دوربین باید بلرزه، دوربین باید روی دست باشه، اما دوربین روی سپایه است و داره روی ریل حرکت میکنه. خب چه مواقعی این اتفاق میفته؟ نگاه کنید، این یک فیلم ملودرامه، یعنی فیلمی در مورد روابط بین آدم ها. احساس میکنم فیلمنامه رو نوشته بودن و گفته بودن ما یه آهنگی میذاریم روی این پلان. آهنگ شهودی تره، مخاطب سریع تر باش ارتباط برقرار میکنه، احساسات آدم ها رو از دل آدم ها توی سکانس های اینطوری برای زنان خانه‌دار و افرادی که احساسی هستن سریع تر میکشه بیرون. توی این لحظات قرار بوده آهنگ پخش بشه، حرکت دوربین با آهنگ بوده، ولی این آهنگ حذف میشه. این آهنگ انگار سانسور میشه وقتی که به مرحله دید رسیده و پلان رو بیمعنی نشون میده. خیلی پلانه به اون چیزی که باید میخورد نمیخورد. به نظر من پلانه اینطوری ساخته نشده بود، ساخته شده بود برای یک موزیک روی ویدیو که البته به نظر من سانسور شده بود. به نظر من. خب حالا برگردیم به قسمت 14.
مارال توسط عاطف گول زده میشه در واسط داستان و بهش گفته میشه که برادرش توسط حاتم لو داده شده. خب اون میاد پیش حاتم. وقتی که میاد پیش حاتم، به این پلان دقت کنید که به شدت به نظر من بد کار شده این پلان، و با یک مثال از جناب لئوناردو داوینچی توضیح میدم که چگونه بد داده شده و میرسیم به انتهای داستان. نگاه کنید، وقتی که مارال میاد و رو میکنه با حاتم و میگه که تو برادر من رو لو دادی، به بک‌گراند حاتم دقت کنید، پر از نوره. این نور معمولا کجاها دیده میشه؟ مثلا از تصاویری که از پیامبران یا آدمهای خوب ساخته شده و یه حاله دورشونه. اما خب برای من این پلان به گونه‌ای ساخته شده بود که انگار کاراکتر حاتم یک فرد ریاکاره. یعنی چی؟ جناب حاتم تو الان چی کار کرده؟ یک نفر رو به قتل رسونده، یک نفر رو لال کرده که از به قتل رسوندن بدتر بوده، و جلوتر احتمالا میخواد برادرش رو به قتل برسونه که خودش توسط برادرش کشته میشه. خب این کاراکتر آنچنان احساسی نیست، کاراکتر آنچنان دلباخته نیست که دلش بلرزه به نوعی. خب با یه مثال بگم، برای مثال ما یه کاراکتر داشتیم در سینما به اسم صمد. صمد آدم بی سوادی بود. اگر صمد میومد از برای مثال نیچه میگفت یا افلاطون، خب شما شک میکردید، میگفتیم به این کاراکتر نمیاد. اینکه از افلاطون نیچه بگی، خب فردی که این همه آدم رو به قدر رسونده باید کمی تویی از احساسات باشه یا احساسات کمی توی وجودش باشه. خب این پلان نظر من ریاکارانه به نظر میاد، به این کاراکتر نمیاد. من دلم بلرزو، من دلم فلان بشو. چرا؟ برای مثال ما میتونیم بگیم کاراکتر خشن هم دل داره، ولی یه کمی کمتر، نه با این غلظت که تو این پلان دیدیم. تو همین قسمت کاراکتر حاتم رو میکنه به پدرش. به این تصویر نگاه کنید، کانترست بالایی داره. کانترست بالا باعث میشه که ما به عمق شخصیت ها پی ببریم، چون تصویر عمیقه، چون تصویر سطحی نیست. با حاتم نگاه کنید، چهرش خشنه. به باباش میگه چی؟ به باباش میگه هر چی تو گفتی من انجام دادم، هر کی که پاش باید میشکست پاشو شکوندم، ولی آخر تو کاسه گذار سر من شکوندی. چهرش خشنه، ولی توی نگاهش حسی از عاطفه رو میبینیم، اون پیچیدگی انسانی رو میبینیم. به نظر من جای این پلان ها باید عوض میشد و پلانی که مارال این حرفا رو به حاتم میزد باید این گونه بود. به اینکه صداشو نازک کنه و بگه دلم لرزید و این چیزا، به این کاراکتر نمیخوره. به این کاراکتر که خیلی به نظر من آدم به قتل میرسونه، آدم شکنجه میکنه، آدم زنجیر میبنده، به این کاراکتر نمیاد، صادقانه بگم. و بیایم در مورد این صحبت کنیم که اصلا عمق دادن به تصویر چگونه است. نگاه کنید، فیلم حاصل سکانس هاییه که به هم دیگه چسبیده شدن. سکانس حاصل پلانه. پلان یعنی چی؟ یک صحنه. خب یک کارگردان خوب یا یک هنرمند خوب تو زمینه سینما باید نقاش های بزرگ رو ببینه و درس بگیر از اون کارهایی که اونها کردن. برای مثال بهترین تصویر برای من برای عمق بخشیدن به کاراکترها، این تصویر و این نقاشی از جناب لئوناردو داوینچی. نگاه کنید به این تصویر، کانترست و تضاد خیلی بالایی داره. 8 نفر یا 10 نفر هم تو این تصویر هستن. شما به هر کدوم از این چهره ها دقت کنید، یک داستان میبینید. کودک که متحیره و نمیدونه الان کجاست، مادر که عشق میورزه به این کودک، اون روحانی که متحیر شده از به دنیا اومدن به نظرم حضرت مسیح اگه اشتباه نکنم. و چهره ها رو نگاه کنید، هر کدوم یک پرسونالیتی یا یک شخصیت دارن. کنتراست تصویر، یک تاریکی و یک سفیدی، خیلی متضاد هم هستن، باعث شدن که تصویر عمیق بشه و شخصیت ها هم عمیق بشن، چیزی که تو فیلم رهایم کن اصلا نداریم. اصلا حتی به این تصویر نگاه کنید، پوستر فیلمه، پوستر فیلم هم عمیق نیست، پوستر فیلم هم نمیتونه یک داستان بسازه از این عکسی که روی تصویره. پیچیدگی های انسانی رو نمایش نمیده. ولی شما این عکس جناب داوینچی رو مانه چندین سال قبل، بیش از 100 سال 200 سال قبل دقت کنید، این پیچیدگی های انسانی رو میبینید، این عمیق بودن رو میبینید، و این خیلی مهمه و این خیلی نشون دهنده هنره. هنر اینطوری ساخته میشه. بعد از 200 سال هم باید الگو بشی. وقتی کارتو خوب انجام بدی
بعد از کلی سال هم الگو میشه. در انتها باید در مورد قسمت 14 بگم. قسمت 14 هم باعث میشه مخاطب مردی که این فیلم رو ببینه زده بشه از این سریال و با خودش بگه این سریال خیلی خالزنکی یه جایش و انگار منم خالزنکم که این فیلم رو میبینم. چرا؟ چون ما رو نزدیک موقعیته هاتف قرار میده که داره خالزنکی میکنه. دوربین نزدیکشه، نباید اینجا نزدیک میبود. و از نظر من شخصیتی که به کاراکتر هاتم میداد اصلاً شخصیت صادقی نبود. ریاکارانه به نظر میومد، به کاراکتر نمیومد و اصلاً مناسب اون نبود. این دیالوگ ها و این تصویر روحانی، نور پشتش و این چیزا بهش نمیومد. در انتها اگه به این دست ویدیوها علاقه داری، چون من ویدیوهای خارجی و فیلمای خوبو خیلی تحلیل میکنم، فیلمای بزرگ رو، فقط فیلم ایرانی تحلیل نمیکنم، ممنون میشم من رو لایک کنی، من رو سابسکرایب کنی تا ویدیوهای بیشتری از من بهت نمایش داده بشه. خدا نگهدار.